Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi bistedüvüm. Rahbesu-i cennet. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. از ابو عبدالله جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله عنهما روایت است که مردی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده گفت ببین اگر نمازهای فرض را بخوانم و ماه رمضان را روزه دارم و حلال را حلال بدانم و حرام را حرام بدانم و بر آنها چیزی نافزایم جنت می درآیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بله. این حدیث را امام مسلم روایت کرده است و معنای حرام را حرام بدانم از حرام دوری جویم و معنای حرام را حلال را حلال بدانم حلال را در حالی که حلال می دانم انجام دهم. فایده های حدیث. فایده اول حریص بودن صحابه به دانستن عملهایی که داخل جنت می گرداند. فایده دوم البته عملها سبب داخل شدن جنت می شود. فایده سوم بیان اهمیت نمازهای پنج وقته و به تحقیق در حدیث آمده است که آنها ستون اسلام می باشند. فایده چهارم بیان اهمیت روزه ماه رمضان. فایده پنجم البته مسلمان حلال را در حالی که حلال اعتقاد می کند انجام می دهد و از حرام دور می شود در حالی که حرامش اعتقاد می کند. فایده ششم بیان باطل بودن سخن بعض صوفی ها که گمان می کنند که انسان الله را از روی رغبت داشتن در جنت ترس از آتش عبادت نمی کند و البته الله از خلیلش خبر داده می فرماید و مرا از وارثان بهشتی پر نعمتت بگردان. سوره شورا آیت 85. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.